با تقدیم سلام مجدد بنده گرامی، خوشحال هستم که بار دیگر با یک برنامه متفاوت با تحلیلگر نام آشنای و در آی ویس ناصری مهمان خانه های شما هستیم. چون که شما در گزارشات شنیدین، عمران خان با وجودی که در نیمه اول روز فکر پیروزی میکرد، اما در نیمه بعدی روز از وظیفه خودش نیز برکنار شد و بالاخره برای 3 ماه مجلس سرپرست تعیین شد تا بتانه که جانشینی برش پیدا شود. و ما با آقای ویس ناصری مهمان خانه های شما هستیم و این مسئله را به بررسی میگیریم که در پاکستان چی اتفاق افتاده. آقای ناصری، برای شما سلام تقدیم میکنم. روزها و عبادت های شما مقبول درگاه ازدی باد. عرض سلام ادب دارم خالص، خدا کنه حال صدا خوب شده باشه. سلامت باشین و خوب است که بار دیگه با هموطنان ما با بیندای ما هم سلامی داشته باشین. عرض سلام ادب دارم خدمت حضور همه بینندهای خوب ما، هموطنان گرامی ما در سر تا سر جهان. ماه مبارک رمضان بر همه تبریک میگم. طاعات و عبادات همه هموطنان ما قبول درگاه خداوند. با اون قسمی که در مقدمه پیشتر گفتم، مردم ما افغانستان در داخل وطن ما واقعا در بدترین شرایط زندگی خود در طول یعنی زمان قرار دارد و امروز سازمان ملل متحد و آژانس‌های بین‌المللی اعلام کردند که نیم از مردم افغانستان می‌خواهند از افغانستان پناه کنند و مردم افغانستان زیر خط فقر است و 4% مردم افغانستان یعنی در یأس و ناامیدی قرار دارند و این حالت در هیچ برهه‌ای از زمان ما نداشتیم. در 100 سال گذشته نداشتیم، در 1000 سال گذشته. حاکمیت و حکومت فعلی منفورترین و ظالمترین و ناکامترین حاکمیت و حکومت است اگر اسمش حکومت و اداره بود. به هر صورت مردم افغانستان در بدترین شرایط خالص در قیمتی قحطی بیکاری رمضان مبارک روزه میگیرند و دهن و بر شکمای گرسنه دوباره اینا افطار میکنند. به هر صورت وضع مردم ما واقعا قابل درد و قابل رنج و اشک بیختر است. مسائل پاکستان، تحولات درونی پاکستان ارتباط مستقیم و تاثیر مستقیم سر اوضاع افغانستان داره. بنابراین ما هم میخوایم تحلیل کنیم و اوضاع پاکستان زیر نظر داریم. همه ما و شما در پاکستان دیروز یک کودتای سیاسی بار دیگه صورت گرفت و این بار چندم است که همچون کار صورت میگیره. زمانی که یک صدر اعظم دچار مشکل میشه و باید کنار بره، کوشش میکنه که با دستاویز و با امداد و استمداد از رئیس جمهور و از امون مواد قانون اساسی پارلمان ملقا قرار بودن. چنانچه پرویز مشرف این کار کرد، چنانچه در زمانش غلام موسی خان هم این کار کرد، رئیس جمهور بود و بی‌نظیر بوتو را برکنار کرد، پارلمان ملقا قرار داد، انتخابات مجدد روی کار آورد که با نواز شریف رئیس صدر اعظم شد. به هر صورت تاریخ پاکستان مملو از کودتاها هست. از ابتدایی که پاکستان تشکیل شده توسط جنرال ها کودتای پشت پشت صورت گرفت که ایوب خان بر ضد سکندر مرزا کودتا کرد و همچنان جنرال یحیی جنرال ایوب خان برکنار کرد و بالاخره وقتی که پدر بی‌نظیر بوتو ذوالفقار بوتو و اساس یک انتخابات در 1972 به حساب یک حکومت انتخابی بود برای توسط کودتای جنرال ضیاءالحق از بین رفت و بالاخره حتی اعدام شد. ما شاهد کودتاها هستیم. حتی حکومت آقای خود نواز شریف توسط کودتای جنرال پرویز مشرف که لوی درستیز بود از بین رفت و یک حکومت نظامی آمد که تا زمان اشغال افغانستان و تجاوز امریکا مشرف در قدرت بود. بنابراین همیش یا در پاکستان کودتای نظامی بوده، حکومت ماشالله و جنرالا بوده و یا حکومت های ضعیف هم که در رأس قدرت بودن، اینا بسنگر حساب اردو بودن و آیسای و مخصوصا ارتش پاکستان نقش کلیدی را در سیاست پاکستان بازی کرده و بازی میکنه. امروز هم عمران خان با کمک ارتش پاکستان و اردوی پاکستان به قدرت رسید. حزب انصاف که یک حزب بسیار کوچک بود و به مقایسه سابقه بسیار طویله که احزاب اسلامی در پاکستان داشت از زمان استقلال پاکستان، مسلم لیگ و غیره و یا حزب مردم پاکستان توسط فامیل بوتو رهبری میشد، اینا احزاب بودند که بسیار قدرتمند بودند
و در تاریخ پاکستان بسیار نقش و نفوذ داشتند، ولی یک حزب کوچکی از یک گوشه سر بلند کرد و عمران خان به حساب دست‌های خارجی مخصوصا انگلیس و همکاری اردوی پاکستان به قدرت رساند و عمران خان یک موری از انگلیس ها بود و حتی به حساب امو مدال انگلیسی و القاب انگلیسی را برش داده بودند به خاطر که خانم انگلیسی داشت و تعهدات با انگلیس ها هم داشت و انگلیس در سیاست پاکستان نقش اساسی را داشته و دارد. امروز عمران خان در این به حساب محدوده که قرار گرفت به خاطر ماجراجویی های سیاسیش بود، تعاملات منطقه، رویارویی چین، رویارویی خروج امریکا، شکست امریکا در افغانستان و بالاخره نزدیکی عمران خان با چین و روسیه یک نوع تعادل سیاسی را در نظامی را در پاکستان فراهم زد. رویارویی عمران خان با اردو در برکناری جنرال فیض امید، اردو اصرار داشت که کسی دیگه باید مقرر شد و آقای عمران خان شله بود که فیض امید باید رئیس آیس های بانه و همچنان برکنار ساختن خود باجوه روی دسته بود که باید جنرال جاوید قمر باجوه که لویدر استیز قدرتمند پاکستان از کنار زده شد و این عین ماجراجویی همو نواز شریف بود که تیاره مشرف نمیخواست که بگذاره که پایان شد و بعد جنگ کارگیل و میخواست که به حساب سقوط کنه و همو لویدر استیز از بین ببره و او یک کودتا صورت گرفت و دفعتا خود نواز شریف به حساب از بین رفت. بنان عمران خان هم با ماجراجویی‌هایی که در سطح سیاسی منطقه‌ای و جهانی انجام داد، شعارهایی که داد، پشتیبانی که از پاکستان طالبای افغانستان کرد، از طالبای پاکستان غیر مستقیم میخواست همکاری کنه و با ضد امریکا بسیار شعار میداد، این کارهای ازی و نزدیکی با روسا، نزدیکی با چین تعادل امو عنعنوی سیاست پاکستان برهم میزد، مخصوصا رویارویش با اردو و این احزاب مخالفش هم تشدید شد، مخصوصا انشعابی که در درون خود ائتلاف حاکم پاکستان که حزب انصاف با امو یک گروهی به نام جنبش متحدی قومی متحدن حکومت پیش می بردن، حزب جنبش متحدی قومی هم از کنار عمران خان دور شد با این سیاست ها و پالیسی هایش، مخصوصا سفر غیر مترقبه عمران خان به مسکو و نزدیکیش و عدم اعتراض دولت پاکستان بر تجاوز روسا بر اوکراین. این چیزایی بود که جنرال باجوه میگه که روسا باید جنگ قطع کنن و عمدی بر ضد اوکراین قطع شود، یعنی موقف را که جهان داره و صدر اعظم پاکستان سکوت میکنه یا حتی غیر مستقیم حمایت میکنه از تجاوز روسا. این رویارویی با اردو و سیاست عنعنوی پاکستان باعث از این میشه که حتی در درون خود حزب انصاف، یعنی تحریک انصاف، افراد بسیار برجسته‌ای از عمران خان کنار برن و به حساب ناراض شوند. اگر دیروز یک شنبه در پارلمان پاکستان رای عدم اعتماد به حساب پروسش برام افتاد، بیشتر در 172 رای ضرورت بود، گفته میشد که در حدود 200 نفر مخالف عمران خان از احزاب مخالف و از حزب خودش و امو جنبش متحده قومی که بود اینا به ضد عمران خان رای میداد و در دور اول عمران خان کنار زده میشد و وقتی کی کار میشد یک پروسه دموکراتیک بود، میشد انتخابات را که 3 ماه بعد میگن برا بفته، امو در قانون اساسی امو هم است که وقتی اگر یک صدر اعظم کنار زده میشه باید انتخابات زودرس بیاید، ولی این کودتایی را که برا انداختن که پارلمان منحل ساختن و بازیایی که به حساب قبول شده که در یک دموکراسی هست در پاکستان برهم خورد، حکومت غیر مستقیم یک شکل حکومت نظامی اعلان شد، این حالت نه عمران خان برای 3 ماه میتونه که رئیس صدر اعظم موقت کنه و نه قدرت داره نه محبوبیت داره. عمران خان از هر نگاه منفور شده و من فکر میکنم که در روزهای آینده دیوان عالی پاکستان اول به این ضد خود رئیس جمهور که این قانون استفاده کرد و پارلمان ملغا قرار داد، این عمل غیر قانونی اعلان کردن و دوم ملغا ساختن پارلمان عمل غیر قانونی بود، مثل که مشرف که دیوان عالی را به حساب از بین برد و ضد مشرف حتی پسان مشرف محاکمه میکردن، حتی میخواستن که به شکلی که به حساب مشرف بیخی متهم کنن و به اعدام محکومش کنن به خاطر اینکه به خیانت ملی متهم شده بود. همین کارهایی را که امروز خود آقای عارف علوی کرد، این کار خلاف قانون بود، گرچه در قانون برای حق داده که رئیس جمهور به حساب پارلمان ملغا قرار داده، ولی در این شرایطی که در یک چند ساعت برای عدم رایگیری رای عدم اعتماد مانده، دفعتا به خاطر جلوگیری از سقوط عمران خان
پارلمان ملغی قرار داده میشه. این یک خلاف قانون است، خلاف منطق است، خلاف یک پروسه دموکراتیک و سیاسی هست. بنابراین عمران خان و عارف علوی کودتا کردن، متهم به خیانت ملی میشن از طرف دیوان عالی و عذاب. و این آرامشی که فعلا در پاکستان هست خالص یک آرامش پیش از طوفان است. پاکستان متاسفانه این بار تنها به اعتراضات و خیابانی دست نخواهد. در پاکستان عذاب و جریان های مسلح متاسفانه در طول یک دهه گذشته سر بلند کردن که یعنی تی تی پی یا تحریک اسلامی طالبای پاکستان است. اینا مانند طالبای افغانستان مسلح هستند، تجربه جنگی دارن در خاک افغانستان. متاسفانه گروه هایی را که در افغانستان اینا فرستاده بودن، 21 گروه را که سپاه صحابه هست و جیش محمد، اینا همه متحدانه بر ضد عمران خان و بر ضد امی حکومت شاید متحد شوند. احتمال از این که اوضاع مانند افغانستان جنگ داخلی در پاکستان صورت بگیره، گرچه گفتم میشه که اردو قوی است، آی اس آی قوی است، ولی در حضور امی آی اس آی و در حضور امی اردوی قوی ما دیدیم که حرکت های در داخل خاک پاکستان ایجاد شده که همی اعتراف را که مثلا دولت قدرتمند عمران خان با می اردوی قوی با می آی اس آی یک ماه پیشتر یا چند ماه پیشتر در خوست افغانستان کردن که آتش بس با تی تی پی در زیر ریش سراج الدین حقانی و با وساطت از دو امضا کردن، خودش ضعف دولت پاکستان نشان میداد. یعنی آتش بس با یک گروه مسلح ضعف یک اردو را نشان میده. این دوستای افغانی ما که در هر جای شعار میدن که پاکستان نظام داره، پاکستان قدرت داره، پاکستان اردو داره، پاکستان مثل ما واره به خواب برده نیست، من میگم همی اردو و همی قدرت نظامی پاکستان چونها دچار مشکلات خشونت مذهبی و خشونت قومی قرار گرفته، اختلافات در درون اردوی پاکستان هم خود رسیده، همی برکناری فیض امید به شکل نرمال صورت نگرفت. اول سفر فیض امید به کابل در آستانه جنگ پنجشیر، بعد برکناری زود دفتن ضعف دولت پاکستان نشان میداد، اختلافات درونیشان نشان میداد. بنابراین این اردو اردوی نیست که بتانه، اگر اردو بسیار قیومی بود همین جنبش اسلامی طالبای پاکستان تا امروز سرکوب میشد. چرا که آتش بس کرد؟ باز آتش بس اونا یک ماه بعد ملغا قرار دادن و گفتن ما اون تمدید نمی کنیم. و یا حرکت جنبش بلوچ ها، آزادی خواهی بلوچ امروز بسیار فعال است. اینا گروه های مسلح هست خالصه، گروه های مسلح سیاسی مذهبی شبه نظامی مانند طالبای افغانستان در خاک پاکستان حضور داره، می جنگه با اردوی پاکستان، با دولت پاکستان. بنان این بار من فکر می کنم که تحول سیاسی نظامی پاکستان از بستر یک جنگ داخلی میگذره و یقینا جنگ داخلی در افغانستان در پاکستان صورت خواهد گرفت و اردو هم بر اساس خطوط مذهبی قومی و متاسفانه خطوط مختلف شاید از هم بپاشد. اردوی پاکستان با تمام قدرت که داره و هشتمین اردوی جهان است از نظر قدرت نظامی، از نظر قدرت اقتصادی پاکستان یک قدرت کلان است در کنار چین و هند و غیره، اولین کشور اسلامی هست که بمب اتم داره، دومین قدرت اسلامی است، کشور اسلامی است از نظر نفوذ خود، بعد از اندونزیا بیشترین مسلمان های جهان در پاکستان زندگی میکنند. و یعنی خصوصیات زیادی داره پاکستان، اگر بگیریم کشور بزرگ هست، قدرت اقتصادی داره، از نظر نظامی یک قدرت هست و از هر نگاه یعنی برتری بسیار زیاد داره، موقعیت سعی خلجهی داره، هم پیمان استراتژیک امریکا هست، از چین است، همین دالان پاکستان چین و پاکستان یکی از پروژه های کلان اقتصادی در سطح منطقه و جهان است. بنابراین پاکستان با اون موقعیت استراتژیک خود، با اون ارزشی که داره، متاسفانه دچار یک بحران کلان سیاسی اقتصادی و نظامی هست. دیگه باعث نارامی افغانستان، باعث بی‌ثباتی افغانستان هم میتونه شود و اختلافاتی که در درون پاکستان است. ما افغان‌ها بسیار شعار میتیم پاکستان نظم داره، قانون داره، همین کودتای مسلسل که صورت میگیره، همین کاری را که پارلمان اینا ملغا قرار داده، این کار عمل سیاسی نبود، این از یک پروسه ملی، از یک پروسه دموکراتیک و یک تفاهم ملی نمایندگی نمیکنه، از زورگویی، از قانون شکنی، از اختلافات درونی، از اساس توطئه ها نمایندگی میکنه. بنابراین فرهنگ سیاسی پاکستان بسیار نازل است، همچنان اردوی پاکستان در همین خطوط از هم میپاشه، به این معنا که بعضی از جنرال ها طرفدار عمران خان شاید باشن، بعضی مخالفش است، چنانچه فیض امید میگن یک از متحدین استراتژیکش بود و این جنرال انجمه که به حیث رئیس آیسای مقرر کردن یک از مخالفین سرسخت
عمران خان است. پس وقتی که رئیس آیسای مخالف سرسخت صدراعظم باشد، در کجای اتحاد سیاسی در یک دولت تمثیل میشه؟ ما میگیم دولت پاکستان نظم داره، قانون داره، پارلمان داره، شورا داره، در درونش پارلمانش دسیسه، در مابین دیوان عالیش دسیسه و توته، رئیس جمهور به ضد پارلمان خیانت میکنه، ملغا قرار میده، صدراعظم به خیانت ملی ما. بنابراین پاکستان هم مانند افغانستان داره به سوی اونمو فروپاشی پیش میره که متاسفانه باعث تمام از بین رفتن نظام ما شد، حکومت ما شد. اشرف غنی بود و پارلمان بود و عبدالله بود و زدن و کندن بود و دستهایز درونی بود و اختلافات حامد کرزی بود و خلاصه همی تمام همی داستانی را که افغان ها پیش چشم ما تشد صد چند ازی کرده پیچیده تر و دسیسه تر و فاسد تر و به حساب آمطور پر از فتنه تر در خاک پاکستان بین ملاها و بین ازی آخونده و بین ازی ملافظ رامان و بین مدارس پاکستانی و عذاب اسلامی و غیر اسلامی از اینا چیجان داره می دست و اسپنان پاکستان به عین سرنوشت خدای نخواسته مواجه خواهد به افغانستان جنگ داخلی، کشتار، وحشت، خشونت و بدبختی شیست که افغانستان چنان در 44 سال گذشته زیر تاثیر تصامیم اسلام آباد و نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی پاکستان بوده که این نارامی پاکستان باعث نارامی افغانستان میشه. تشکر، سلامت باشین. گفته امو شاعر که آتش به آشیان شما نیز بگذرد، این درد ما به جان شما نیز بگذرد. حالا موقع عزیز که آتش که این طرف افروختن اساسا شعله هاش دامنگیر خودشان میشه و درد ما را هم اسم میکنن. گرچه که ما افغان ها همیش عادت ما بر این بوده که درد و رنج و مصیبت بدگانه ها را قبول کردیم، ولی هیچ وقت طرفدار جنگ و خونریزی نبودیم. ولی گاهگاهی خوب است که دیگرایی که برای ما جنگ میفرستن خودشان هم ببینن. شما نقایص کمبودهای عمران خان گفتین آقای ناصری، اما خود عمران خان در دفاع از خود میگه که ما به اثر یک توطئه کشور بیرونی که از بیشتر هدفش امریکاست دچار چی شدم، مصیبت شدم. کدام حرف بینیدهای ما قبول کنن؟ اینکه شما ضعفای چه گفتین یا اینکه عمران خان میگه که ما در اثر یک توطئه به این روز افتادم؟ عمران خان قربانی ماجراجویی سیاسی خود شد. عمران خان موقعیت تصفح جیشی و جیوپولیتیک و جیوستراتیژیک پاکستان باید درک میکرد. اقتصاد پاکستان، موابستگی های پاکستان و تعهدات پاکستان از بعد تاسیس پاکستان، مخصوصا از زمانی که پیمان های نظامی بخاطر دفاع از دموکراسی و ضد کمونیسم سیتو بود و سیانتو بود، یا سیتو و سیاتو بود، همین دو پیمان نظامی را که در جنوب شرق آسیا اول ساخته شد در 1955 که در او استرالیا و امریکا و انگلستان و پاکستان و فیلیپین و اینا اندونزیا و اینا اشتراک داشتن، و همچنان پیمان بغداد که بعدا ساخته شد که در او پیمان پاکستان، ایران، ترکیه و عراق نقش داشتن، یک محور از همکاری های نظامی اقتصادی سیاسی را مخصوصا بیشتر نظامی را شکل دادن. پاکستان در دو اردو پیمان نظامی اشتراک داشت که در او امریکا به حساب صد و دشه به حساب در مقابل کمونیسم و پیشروی شوروی میخواست بگیره، و پاکستان همچنان در زمان جهاد افغانستان بر ضد تجاوز شوروی ها فعلوی امریکا قرار گرفت، حمایت امریکا را به دست آورد و حمایت بسیار قوی نظامی و کمک ها را به دست آورد. در زمانی که امریکا به بانه جنگ با ترور و تروریسم آمد، پاکستان 3 میلیارد دلار در سال کمک های نظامی امریکا را می گرفت، همکاری کرد، همچنان در ایجاد طالب همکاری کرد، در گرفتن بار اول قدرت طالب ها کرد، ولی در سرکوب طالب ها، در سپردن بعض از رهبرهای طالب ها به حساب گفته خودشان در کنار امریکا در جنگ با ترور و تروریسم رفتن، بسیاری از کسار القاعده و طالب ها را بر امریکا تسلیم کردن که به گوانتانامو فرستاده شد، و با پاداش از او تمام رؤسای جمهور امریکا اعتراف میکردن که ما سالانه برای پاکستان با 3 میلیارد دلار و بیشتر از کمک کردیم. حتی آقای ترامپ گفت که پاکستان ما را خر فکر کرد و ما را خر ساخت، با این بازی داد، با ما همکاری اعلان کرد، در حالی که با ترور و تروریسم در خاک خود پرورش می داد.
و حرفی را که به حساب دیگر رؤسای جمهور نگفت، ترامپ گفت بنان پاکستان سیاست های چند گونه بازی میکرد، ولی حمایت امریکا را همیش داشت و انگلیس ها در ساختار و شکل دهی پاکستان و اردوش نقش بسیار کلان داشت. این بازی های ماجراجویانه را که در این اواخر عمران خان در مخصوصا در جنگی که پوتین بر ضد اوکراین براه انداخت، سفر غیر مترقبه و غیر منطقیش که بسیار بی وقت در روزی که روس‌ها بر اوکراین حمله کرد، در اون روز آقای عمران خان در مسکو بود، در حالی که وقتی که فهمیده بود که جنگ آغاز میشه باید سفر خود ملغا قرار میداد، اعلان بی‌طرفی میکرد و سیاست بسیار مدبرانه را پیش میگرفت، دیگه سیاست مدارای جهان برای عمل میکرد، اگر طرفداری از اوکراین نمیکرد حداقل تجاوز روس‌ها را حمایت نمیکرد، همکاری نمیکرد و بنان این کارها و همچنان در ارتباط با تعاملات منطقه و نزدیکی بسیار چی با چین و شعارهایی که در ارتباط با افغانستان داد، ما پیرو شدیم، پاکستان پیرو شد، هندوستان در افغانستان شکست خورد، این تهدید بود. این حتی گفت که ما کمک کردیم در شکست امریکا، در حالی که اگر همی کارم کرده بود نباید یک صدراعظم مدبر و یک صدراعظم بسیار هوشیار همینطور یکپ در اعلان میکرد که ما در شکست امریکا و ناتو همکاری کردیم. این میمون که 30-40 سال بعد تاریخ ثابت میکرد که دولت مردان پاکستان همکاری میکردن، ولی این آدم احساساتی به خاطر گرفتن قدرت و ادامه استمرار قدرت کارهای بچگانه و طفلانه کرد. اصلا عمران خان یک سیاستمدار نبود، در مکتب سیاسی کلان نشده بود، یک به حساب امو سپورتمن بود که کرکت باز بود که به خاطر داشتن یک زن انگلیسی و ارتباطات با انگلیس یک حزب سیاسی را ایجاد کرد و شعارهایی داد و با اون شعارها همکاری که شد. اردوی پاکستان میخواست که دو حزب قدرتمند در کنار بزنه و یک کسی را بیارن که متی باشه، فرمانبردار اردو باشه و یک به حساب خودشان یک توبیخ کنه و گوشتوی به امو فامیل شریفه و همچنان بوتوره، ولی هر دو حزب قدرتمند و باریشی پاکستان ضعیف ساختن و انشعابات متعدد مواجه ساختن و عمران خان به قدرت رساندن. ولی عمران خان با این بازیایی که مثلا مثال دادم همین چیز حرفای دیگه هم هست، گپای کلان دیگه در سیاست و اقتصاد پاکستان است، بناهت با یک موازنه سیاسی نظامی پاکستان برهم زد و این نه تنها که به حساب ضرر خود پاکستان تمام میشه، در ضرر منطقه هم تمام میشه. در میال شرایطی که جهان قرار داره، پاکستان گفتم بم به حتم داره، یک موازنه سیاسی نظامی اقتصادی در منطقه هست، و وقتی که به این شکل سیاست بازی شوه که با یک قدرت کلان دیگه از در ازی پیش بیاید که ما در کابل ما گرفتم، قدرت ما گرفتم، هندوستان ما در افغانستان شکست دادیم، هیچ سیاست مداره، هیچ رئیس جمهور و صدر اعظم از ایران یا از یک کشور دیگه بطور یک سیاست خام و شعارهای کودکانه و طفلانه را هیچ وقت نمیکرد. و همچنان در ارتباط به مسائل دیگه منطقه گفتم در این سفر بسیار بی جا بی موقعی که عمران خان به مسکو کرد، هیچ اصلا لازم نبود بر پاکستان، یک کشوری که به حساب بر ضد شوروی در دهه 80 جنگیده بود، وقتی که اگر تجاوز روسا در اوکراین به حساب قانونی بود و حقش بود، در وقتی که در افغانستان آمده بود چرا در مقابل تجاوز شوروی ها مقاومت کردی، همکاری کردی و گفتی که یک تجاوز است؟ 8 سال مکمل در کنفرانس ژنو پاکستان بود که مذاکرات پیش می برد و میخواست که روسا در افغانستان نباشه و از افغانستان خارج شوند و تمام کنفرانس ژنو به حساب پاکستان وساطت و قیمیومت مردم افغانستان اشغال کرده بود و غصب کرده بود و بالاخره قرارداد خروج شوروی ها را پاکستانی ها امضا کرد و وساطت ملل متحد و دولت کابل و روسا. بنان این موقف متضاد و موقف غیر منطقی که عمران خان در مسائل جهانی گرفت، در مسائل ملی گرفت، همین کنفرانس کشورهای اسلامی را در اسلام آباد دایر کرد و به نفع طالب گپ زده میرفت، در حالی که از یک سو جهان و منطقه و همه کشورها بر طالب ها شرط و شروط دارند، ولی عمران خان دروغ میگفت و میگفت که طالب ها همه شروط جهان را قبول کرده. حتی زمانی شد که عمران خان گفت که موضوع معارف و مکتب در فرهنگ پشتونا زن ها اجازه ندارن که مکتب برن، توهین بزرگ به ملت افغانستان و پشتونای افغانستان به خاطر از اینکه از طالب توجیه کنه براحت بده. بی منطق ترین حرفی را که در تاریخ یک رهبر پشتون میتونست بگه عمران خان گفت، یک دفاع غلط. دختر خودش کجاست؟ خانم خودش کجاست؟ فامیل خودش آیا به ایس یک پشتون درس نخوانده؟ آیا فامیل عمران خان بی سواد مانده؟
که بر ملت افغانستان توجیه میکنه که در پشتونای پاکستان هم زنای خود نمیمانن، ما از افغانستان هم اینا یک جنبش پشتونی هستن تعوین کردن است و طالب که طالب تو باید یک جنبش ملی به یک جنبش قومی تبدیلش کنی به خاطر از اینکه حمایتش کنی. یعنی حرفهای طفلانه کودکانه اشتباهات سیاسی عمران خان اگه ما براتون لیست بدم خالص مجبور هستیم که باز شکایتتون برای یک چند سال شد برنامه تا آخر رمضان دوام میکنه. بسیار خطیر اشتباهات کرده عمران خان در ارتباط با افغانستان، سیاست هایش در ارتباط با اینکه بار بار طالب خار مزدور خود خطاب کرد و گفت که ما بودم که پاکستان طالب آوردم در میز مذاکره، ای ما بودیم که طالب به هرگ کابل رسانی قدرت دادیم و مدیون ما باید باشد. این حرف های تعوین‌آمیز تحقیرآمیز عمران خان باعث از این شده که نه تنها در خاک افغانستان بلکه در پاکستان هم بسیار منفور شد. یعنی بسیار هیچ سیاست مدار پاکستان از زمان طبیع 75 سال اگر ببینین، اگر امیش نواز شریف ببینین، اگر جنرال مشرف ببینین، اگر لاهوری آمد رئیس جمهور شد، اگر جنرال های دیگه که بود ایوب خان بود یا یحیی خان، اینا بسیار مدبرانه سیاست میکردن. حتی همون جنرال ضیاءالحق یک ستون بود، یک سیاست مدار بود، یک آدمی بود که حتی امریکا نتونست کتش بسازه و بالاخره از بین بردش. ولی یعنی امو شتکترین و امو ضعیفترین سیاست مداره که در تاریخ معاصر پاکستان آمد عمران خان نام داشته. یک کرکت بازه که نه سیاست هم میفهمید، نه ترکیب قومی را میفهمید، نه ترکیب ملی را میفهمید، نه سیاست ما. اگر عمران خان سیاست های کودکانیش نمی بود، طالب در 8 ماه بسیار پیشرفت میکرد، بسیار جهان میشناختش اگر مداخله به جای نمیکرد. خودش با قریشی وزیر خارجش به اندازه یک سیاست های ضعیف و مداخله گرانه در مسائل دارن که حتی اعتماد یک کشور اتم چین که متعهد استراتژیک پاکستان در قسمت افغانستان ببینیم که سیاست متواضعانه داره. بنان به جای اینکه عمران خان به طالبان خدمت کرده باشه، تا امروز خیانت کرده، با افغانستان خیانت کرده، با مردم ما خیانت کرده، با پروسه صلح خیانت کرده، تا پروسه دوحه خیانت کرده. و عمران خان باعث بربادی و تباهی فروپاشی افغانستان است، باعث فروپاشی اردوی ملی است، باعث همه که امروز در پاکستان پارلمان ملغا قرار کرد، دموکراسی را به حساب برش استاد کرد و توقف داد در افغانستان، اینما تو دموکراسی را، نظام حاکمیت حکومت تمام باعث فروپاشیش دسایست و توتای اسلام آباد و عمران خان و آیس های اینا بود. متاسفانه عمران خان به خاطر ماندن در قدرتی کودتا را کردن، اصلا هیچ اعتقاد به دموکراسی نداشت. او شعار را که انصاف پاکستان تحریک انصاف میداد، متاسفانه ثابت شد خالصه که هیچ اعتقاد برای مردم و اکثریت و اقلیت نداشت، برای اعضای پارلمان نداشت. اگر میمون که اعضای پارلمان رای خود میداد، در انتخابات بعدی باز میامد خود انتخاب میکرد، چی مشکل داشت؟ خب بینان پس از این نتیجه گیری میشه که ما میبینیم که یک طرف انتخابات است و رای مردم است، یک طرف اردو و آیسا است که در آخرین تحلیل اردو و آیسای تصمیم نهایی را میگیرن. و همونطور که شما گفتین عمران خان نکام سیاست مدار بود و جز از اینکه کرکت بازی بود، ولی با کمک اردو و آیسای آمد به قدرت و بالاخره هم نتیجه همو نفهمی های خود در بازار سیاست امروز میبینه که به کدام حال مبتلا شد. ولی حداقل خوب است که چند سبای اینا هم بدون پارلمان باشن، بدون دولت باشن، و اگر در این چند وقت که یونا مصروف خود هستن که تحول در کشور ما با خوب پیونده که مردم ما هم از این مصیبت نجات پیدا کنن. خب آقای ناصری برمیگردیم به افغانستان. ما چند دقیقه دیگه داریم با اجازهتون، 14 دقیقه دیگه. خب چی تاثیر داره حالا دگرگونی های سیاسی و دولتی در پاکستان بالای کشور ما که نه اینجا دولت است و نه سیاست مدار است و این چیز باره داریم، چی تأثیر داره؟ ببینیم سیاست مدار های افغانستان مخصوصا طالب ها بسیار وابسته با پاکستان و ایسهای و اردوی پاکستان و سیاست مدار ها و سیاست پاکستان است. سیاست و سیاست مدار پاکستانی امروز مصروف نجات خود است و زد و بندها، کشمکش ها، دستهای استوتا ها، انتخاب ها، شکل گیری به حساب اون ائتلاف های جدید سیاسی نظامی که در پاکستان شکل میگیره، اینا همه با همه برمیگرده خالص به چی؟ برمیگرده به مو موضوع
باشه و سرنوشت خود پاکستان. اینا نمیتونن به اون شکلی که تا به امروز از طالب حمایت میکردن باز زیر باید کنن. پاکستان دچار مشکلات خود میشه و اینکه کی رئیس جمهور میشه و کی قدرت میگیره یقینا که ادامه پالیسی سیاست عمران خان نمیباشه. هر کسی که بیاید چی مشرف باشه و دخترش و یا مثلا چی از نواز شریف دختر مریم شریف باشه و یا بچی بوتو باشه و یا شخص دیگه باشه، اینا هیچ کدامشان نمیتونن که مانند عمران خان از طالب ها حمایت کنن، پشتیبانی کنن. بنان این تحولات باعث از این خواهد شد که افغانستان فعلا از او حمایت سریع و علنی و حمایت قوی که از آیسای پاکستان و از دولت مردان پاکستان مخصوصا از عمران خان داشت و از قریشی داشت، نگه فعلا او تلاوی قوی رو طالب ها استاده و پاکستان دچار مشکلات خود است. ببخشید چای میخورم، ما روزی خدا. شما افطار کردین و به حال ما هموطنان گرامی کسایی که روزه دارن میبخشن، ولی در آلمان ساعت 8:15 شام اینجا روزه افطار میشه، حال ساعت 9 بجی شام میشه تقریبا. بر صورت گونه که من خوش شد صبح ما نخورده بودم، مالم سرگب زده میری بزر پاکستان. خب برحال برمیگردیم به اوضاع کشور خود. در جیان چند روز گذشته اول روس ها یک دیپلمات طالب را پذیرفتند و امروز چین هم اعلان کرد که ما هم یک دیپلمات پذیرفتیم. از دید شما این سرآغازی نیست برای برسمیت شناختن طالب ها ایسا ایسا؟ متاسفانه من میشیده در جایی گفتیم که اگر تحولات افغانستان سریع تغییر نکنم، یعنی ادامه زمان به نفع طالب ها هست، بخاطر که جهان تعامل و انتظار زیاد کشیده نمیکنه، بالاخره تعامل میکنن و میپذیرن همین حالت فعلی را، همین حاکمیت و حکومت را، و میخواهید که بخاطر به حساب و حفظ منافع خود، منافع اقتصادی امنیتی خود، با اداره کابل با طالب ها همکاری کنن و همین حاکمیت بپذیرن. برای چین هیچ ارزش نداره مسئله دموکراسی رو، انتخابات، رای مردم، مشروعیت مردم، این که من به مشروعیت مردم باشه و یک دولت از من. برای چین تمام کشورهای را که رابطه داره از کشورهای افریقایی گرفتن تا کشورهای اسلامی و غیر اسلامی منطقه با هم همگی بر اساس منافع خود تامین میکنه. روسا هم عین شکل است. برای روس دموکراسی، انتخابات، منبعیت منبع مشروعیت مردم تو بخشید که مشکل مزید. هر صورت برای چین، برای روس ها، برای بسیاری از کشورها خالص، حتی برای ترکیه که نشان داد که به اساس یک دسیسه و توطئه هیئت طالب ها را به اطالیا خواسته بودن و بالاخره در انقره سفارت برشان تسلیم توفه داد، بخاطر میدان هوایی کابل را به ما بدین، قرارداد امنیتی میدان و اینا را به ما بدین، سفارت از شما. اگر چاوش داوتوغلو نمیخواست که انقره و سفارت افغانستان برای طالب ها داده شد، با خدا گرد نه شازافیر افغانستان، نه سفیر افغانستان و نه یک عضو دیپلماتیک افغانستان جرات میکرد که عید طالب ها را میخواست در سفارت و میگفت این سفارت از شماست. و این تعامل دولت ترکیه کرد و ترکیه بخاطر به حساب و موداد و ستاد اقتصادی و تجارتی خود و امنیتی خود با طالب های کار کرد. در سطح وزیر خارجه او را به پذیرفتند، در کنفرانس انطالیا استقبال کنند. یعنی این کشورها پشت پای منافع خود است. فردا از این اراس نکنید که ایران عین وضعیت نکنند و دیگر کشورها هم کنند. در ترکمنستان عین کار شد، در ایران، در چین و سطح سفارت شاید برشان قبول کنند. پاکستان که بیرق طالب قبول کردند و نمایندگی های سیاسی افغانستان بلند شد. بنان اینا دفکتو طالب به رسمیت شدند، ولی انتظار دارن که ملل متحد و دیگر کشورها به شکل دیجو و رسمی طالب به رسمیت بشناسن، اینا هم قبول میکنن. فعلا طالب ها به شکل غیر مستقیم دفکتو باعث آمیر و حساب و مسئول و یا دولت افغانستان و اداره کابل
به رسمیت شناخته شده، با او تعامل میکنند و آهسته آهسته نمایندگی های سیاسی را برش میتند و هر روز در هر کنفرانس هم اینا رو میخواهند و حتی به سطح وزرای خارجی از کشورها به کابل میرا رفت آمد میکنند و قراردادهای اقتصادی بسته میکنند، مثل اینک قرارداد میکنند. و من امروز یک گزارش خواندم که روسا تمام نفت و گاز افغانستان مانند دوران پیش از تجاوزشان با طالب ها قرارداد کردن که تمام صد مرکز به حساب امو یا صد چاهای نفتی و گاز افغانستان که بسیار ذخایر عظیم است میگن، یعنی بیشتر از او است که ما تا امروز حدس میزنیم، روسا با ایشان توافق کرده که ما بیره برای شما به حساب مدیریت میکنیم مانند گذشته و به می خاطر اگه ایره به ما بتیم شما رو به رسمیت میشناسیم. و طالب ها فکر با اونا در چه نظری هستن و اگر همین کار شود برای روسا منافع کلان اقتصادی هست و مانی از این میشن و مانی از این میشن که از نفت و گاز افغانستان امریکا یا دیگر ها استفاده کنند، چون روسا او را هم در انحصار خود میداشته باشد و برای روسا هیچ ارزش نداره که طالب در قدرت باشد، آقای غنی باشد، کرزی باشد، عبدالله باشد، شمال باشد، جنوب باشد، دموکراسی باشد، حزب دموکراتیک خلق باشد، کمونیست ها باشد، مجاهدین باشد، منافع روس مطرح است پیش دموکراسی و انتخابات منبع مشروعیت هیچ برای روس، برای چین اینا مطرح نیست. خودشان اصلا حکومت های نیستن که دموکرات باشن و انتخابات و رای مردم و برای جان مردم، برای حیات مردم ارزش بدن. برای پوتین جان و مردم ارزش داره. جنگ اوکراین خیانت و جنایت را که در اونجا کردن، همین کشتار را که در یکی از شهرهای اوکراین کردن، در جنگ جهانی دوم هتلر همین کار را نکردن خالص. بنابراین این کشورها به بسیار زودی طالبش میتونن به رسمیت بشناسن. ناصر صاحب صحبت ها زیاد است ولی خب در همین جا بحث امروز خاتمه میتیم، احتمالا باز مطابق تقسیم اوقات پنج شنبه باز هم شاید مهمان خانه هموطن ها گرم خوشیم. از شما جهان سپاس میکنم، ممنون از اینکه با ما بودین، برای شما وقت خوب و خوش آرزو میکنم، سلامت باشین. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه های زنده ما را تماشا کنین، میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. تشکر. Thank you. تشکر از توجهتان به گرامی تا دم که با ما بودین. برای شما اوقات خوب و خوش آرزو میکنم. یادتان باشه امشب باز هم برنامه افطاری در تلویزیون امید 24 شروع میشه بعد از ساعت 7 و به صورت مستقیم شما از صفحه اینترنتی ما، صفحه فیسبوک ما افغان کمیونیتی این تورنتو، افغان ها در تورنتو تماشا میکنه. امشب سپاری سیوم است و ما تصمیم داریم که این سال ختم قرآن از ایشان از طریق تلویزیون انجام بدیم. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی، نگهدار یک و یک شما عزیزان بیننده.